نفر آخر آرمان جان. سلام آرمان جان، تو فکر کنم خیلی وقت نداریم، 3-4 دقیقه دیگه بیشتر وقت نیست نه؟ آره حالا خب اگه بتونی کوتاه بگی سعی میکنم. آره سعی میکنم. این باعث که گفتی همین جانبداری یا تمایل به یک طرف میشه که تو پیشفرض‌های قبلی ذهنیت رو فرهنگی، دینی یا حتی غیر دینی هم باشه، تو اونا رو تأثیر میدی توی پروژه. بعد اون موقع گفتم زنبیل بذار، یکی از بچه ها داشت میگفت که داشت به بایدن گیر میداد، بعد میخواستم بیام در مورد بایدن صحبت کنم، بعد یکم بحث آلمان شد، ذهنم رفت سر یه چیز دیگه ای، بعد اینا به هم مربوط شد. گفتم خب برو سر اصل نکته، برای که الان ببین ما این ویدیوها رو تیکه تیکه میکنیم میذاریم، الان کسی که اگه از اینجا شروع میکنه نگاه میکنه آره، ممکن ندونه ما میخوایم موضوع بحث الان چیه. موضوع بحث آره. الان چیه؟ در مورد بایدن بود که ما خیلی جانبدارانه، بیشتر ایرانی ها یه احساس خوبی نسبت به ترامپ دارن، براندازا یه احساس بدی نسبت به بایدن و دموکرات ها. اگه اینو ریموف کنیم میتونیم بیشتر از یه جنبه دیگه ای به بایدن نگاه کنیم. به نظر من میتونه بایدن اهداف بلندتری بیشتر از 10 سال رو مد نظر داشته باشه با این حرکتش تو افغانستان که خارج شد و خیلی هم هزینه سنگینی داد، چه از لحاظ دید خارجی به آمریکا، چه خودش شخص خودش با محبوبیتش، با جایگاهش، شاید با جونش، چون محبوبیت کم میشه خیلی خطری میشه اوضاع. و نه با جونش ولی نه، ولی خب حالا شاید دفعه اول که نیست. بعد این چیز کرد، احتمالاً دیده که بهتر نیروها رو بکشه بیرون، چون اونجا بهتر آشوب باشه برای اینکه یکم چین رو تحت فشار بذاره، ایران رو تحت فشار بذاره. حالا میگم شاید بعد اون موقعی که میگم بگو بگو. دلایلش واضحه. خب بایدن همیشه حساسیت داشت که ما داریم هزینه بسیار زیاد، یعنی ما میگم دولت آمریکا داره هزینه بسیار زیادی رو تو افغانستان میده، اصلا هم به خاطر این نیست، این اتفاق ممکنه این اتفاق به نفع چین بشه. خب اینجوری نیست که اینا بخوان هزینه بکنن برای چین، ممکنه دلایلی هم وجود داره که به ضرر چین بشه، ولی دلایلی هم وجود داره که به نفع چین بشه. اینجوری ما هم که دیدیم که قدرت پیشبینی آمریکا به اون خوبی که خیلی فکر میکنن نیست که بیاد نقش کشیای طولانی مدت اینجوری بکنن. خب این به نظر من خیلی واضحه، آمریکا، دولت آمریکا نمیخواست دیگه هزینه این جنگ رو بده، سودش به اندازه ضررش نبود، خب سودش خیلی کمتر از ضررش بود. خب بزرگترین عامل و مردم آمریکا هم خیلی طرفداری میکردن از این که از این جنگ خارج بشن. الان اگه محبوبیت بایدن اومده پایین، به خاطر اینکه مردم آمریکا از نحوه خروج خسته شدن، نه اینکه ناراحت شدن، نه اینکه از خود خروج، یعنی بایدن میخواست کاری رو بکنه برای مردم آمریکا که مردم آمریکا انتظارش رو داشتن. یکی از دلایلی هم که بهش رأی دادن به خاطر این قول بود. خب ولی میگم نحوه خروجش، این احساس میکنم به نفع، یعنی یک لولو خورخوره نزدیک مثلا ایران داشته باشن، این یک گزینه خوبیه برای آمریکا که بتونه یک جورایی تحت فشار بذاره ایران و جمهوری اسلامی رو. و نه این ممکنه اتفاقا باعث بشه که ممکنه جمهوری اسلامی بتونه زیر فشار بذاره آمریکا. هر موقع که آمریکا از یه جا خارج شد، مثلا شما نگاه کنین آمریکا که از عراق، که مثلا یه خلای قدرتی که به وجود آورد تو عراق، چقدر به نفع جمهوری اسلامی شد. خب یعنی خلای قدرت که به وجود میاد دور و بر مرز ایران،
یه هزینه هایی برای جمهوری اسلامی داره، برای اینکه مرزها رو باید بیشتر مراقبت بکنه، ولی خیلی سودای مختلفی هم برای جمهوری اسلامی داره. خیلی باعث میشه که این حکومت جدید، چون هم راستاست تقریبا، نه چون اقتدار حکومت قبلی رو ممکن نداشته باشه، یا اینکه آمریکا رو یا خود بودن آمریکا یا صدام رو نداره، احتیاج داشته باشه به روابط بهتر با جمهوری اسلامی، برای اینکه خودش به تنهایی کارا رو نمیتونه انجام بده و این باعث نفوذ جمهوری اسلامی تو کشورهای مختلف ممکنه بشه. خب یعنی اینا اتفاقا ممکنه بهونه بشه برای جمهوری اسلامی که بتونه بیشتر تو کشورهای دیگه دخالت بکنه و از لحاظ بین المللی نیاز دنیا رو به دخالت جمهوری اسلامی ببره بالا. یعنی همونجوری که مثلا شما نگاه کنین ترکیه و روسیه همش میخوان برن تو کشورهای مختلف که به نظر میرسه هیچ ربطی بهشون نداره، برای چیه؟ برای اینکه نیازه، برای اینکه اگه بتونن یک اهرام فشار داشته باشن تو جاهای مختلف از بین المللی بهشون احتیاج پیدا میشه. یعنی شما مثلا اگه جمهوری اسلامی بتونه نشون بده که برای ثبات تو عراق دنیای بین المللی به جمهوری اسلامی احتیاج داره، یا برای ثبات تو افغانستان به جمهوری اسلامی نیاز داره، برای چی؟ برای اینکه انقدر مثلا گروهای نیابتیشو یا سیاستمدارای که دست تو جیبشون دارن و تو جای مختلف زیاد بکنه، اون وقت دنیای بین‌المللی میگه که خب ما مجبوریم که به ایران رو سر میز یه صندلی براش بذاریم، برای اینکه بدون ایران ثبات، ایران میتونه همه اینو بزنه زیرش، همه چی خرابکاری کنه. یعنی این ممکنه به نفع جمهوری اسلامی بشه. آره، محاسبه بایدن فقط بر اساس نداشتن قابلیت دولت آمریکا برای شکست طالبان و هزینه ای رو که داشتن میدادن و سودی که ازش نمیگرفتن بود، فقط بر اساس این چیزاست و به خاطر خواست مردم آمریکا. بعد این سلاحایی که تو افغانستان مونده به نظر آمریکا نمیتونست مثلا اینا رو نابود کنه یا جابجا کنه؟ موضوع اینه بود که فکر میکردن فرصت بیشتری دارن. هیچ کسی پیشبینی نکرده بود که طالبان به این سرعت بتونه بیاد بیرون. یعنی هیچ کس، خود طالبان هم حتی به این باورش نمیشه که به این سرعت تونست پیش رفت کنه. یه چیز مسخره تو ذهنم هست، حالا قبلش میگم. میدونی آلمان قبل از اینکه جنگ دوم جهانی رو شروع کنه با همسایش لهستان بعد از یه دوره دعوای لفظی چیز کرد، دوست شد و بهش سلاح و اینا هم داد و باش قرارداد صلح بست، و وقتی که جنگ شد لهستانی ها فهمیدن که این مثلا سلاح هایی که دارن چیز بوده، انگار که آلمان با برنامه این کار رو کرده و ضدشو داره، و گفتم که آیا به نظر احتمال این وجود داره که مثلا با توجه به اینکه تکنولوژی نظامی همیشه خیلی بیشتر از جلوتر از تکنولوژی هایی که در دست عوامه، آیا مثلا اینا نمیخواستن جمهوری اسلامی بدو بدو بره مثلا با طالبان دوست بشه، یا مثلا اینا رو بگیره از اینا و جابجاشون کنه توی مثلا مناطقی که فکر میکنن مثلا منطق نظامیشون، مثلا ببرن اونجا که مهندسی معکوس کنن و اینجوری ردگیری کنه آمریکا، یعنی یک پلن مناطق نظامی اینا رو چیز کنه. خیلی مسخره است، ولی کلا گفتم آیا یعنی بیاد این همه اسلحه پیشرفته بده به طالبان که طالبان بده به جمهوری اسلامی، تا هزینه این میدونی چقدر زیاده؟ این اصلا آبروریزیه برای دولت آمریکا که الان جمهوری اسلامی بتونه اینا رو بگیره، و یعنی این همه بیاد از بین المللی آبروی آمریکا ریخته شه که این همه اعتبارشون بیاد پایین، خب، و این همه به جمهوری اسلامی الان یه سری چیزایی بده که بتونه جمهوری اسلامی در طول یه کوتاه مدت یه پیشرفتی بکنه که برای کشورهای دیگه سالها طول بکشه که بتونه ردیابی معلوم که اونا واقعا اولا... کار میکنه. خب نه دیگه، این دیگه داره تئوری توته به جاهای نجوم، تئوری توته داره به جاهای نجومی میرسه. و یه چیز دیگه، بعد چجوری ردیابی بکنم؟ مگه میشه شما فکر میکنین مثلا یه جی پی اس تریکر بذارین اینو فکر میکنین نمیشه مردم؟ بعدم ببین
اینا رو مثلا فکر کن جمهوری اسلامی بخواد اینا رو ببره یه جا که چیز که مهندسی معکوس بکنه، لازم نیست جایی ببره که مخفیه. میدونم زدم چه، یعنی فکر می‌کنی اینو کجا میبرن؟ میبرن مثلا تو جاهایی که دارن اورانیوم غنی سازی میکنن، اینا رو انعکاس میبرن یه جایی که همه میدونن اینجا مرکز نظامیه. مگه قرار بره حتما ببرن یه جایی که حتما به طور کاری سریه؟ میتونن ببرنش تو یک منطقه نظامی که همه میدونن این منطقه نظامیه. خب اگه چی میشه بدونن اونجا منطقه نظامیه؟ نمیدونم. گفتم آخه یه جور دیگه هم بود که گفتم شاید میخوان مثلا فیک هوپ ایجاد کنن. نه. بعضی وقتا وقتی میخوای دوتا کشور رو به جون هم اندازی، هر دوتا رو باد میکنی یک جورایی. من به نظرم این مشکل این هست که خیلی ها فکر میکنن برنامه پشت همه چیه، برنامه پشت همه چیه و اینقدر قدرتمنده که نمیتونه شکست بخوره، در صورتی که هر کسی که تاریخ من ببین، من قبول دارم که آمریکا هم از لحاظ اطلاعاتی هم از لحاظ قدرت نظامی از همه کشورهای دیگه بالاتره، ولی خدا اون احساسی که خیلی‌ها میکنن اینا مثلا خدایان هیچ اشتباهی نمیکنن، هر کسی تاریخ آمریکا رو کارهای نظامیشون کارهای اطلاعاتیشون رو بخونه میبینه که چقدر پیشبینی‌های اشتباه کردن، اشتباهات محاسبات اشتباهی کردن. هنوزم قبول دارم که از کشورهای دیگه خیلی به شدت بالاتره ها، ولی این انتظاری که مردم دارن از اینکه حالا بالاتر بودنش به چه نتیجه میرسه به نظر من یه مقدار زیادیه. آره درسته. نه واسه همون گفتم شاید و کلن ایده مسخره‌ایه، ولی خواستم فقط شیر کنم ببینم نظرت چیه. معلومه. مرسی که گوش دادی. ممنونم. آره هشت رقم که گذشته از تایمی که باید. بله. خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم. مواظب خودت باش. خدا حافظ. خدا حافظ.